سلام. قطعا اگر از پریمیر استفاده کرده باشید، که خب طبیعتا اگر این فیلم رو نگاه میکنید ما انتظار داریم که با پریمیر کار بکنید، دوست دارید که تو زمان کمتر بتونید عملکرد بهتری داشته باشید و بتونید ادیت بهتری انجام بدید. خب پروسه ادیت کردن معمولا پروسه زمانبری هستش، ولی ما میتونیم از این سری تکنیک ها استفاده بکنیم که تایم ادیت کردن رو کاهش بدیم و از این طریق بتونیم تو زمان کمتر ویدیو بیشتری رو ادیت بکنیم، یا اینکه حالا اگر فرض بگیریم که در طول یه روز قراره یه ویدیو ادیت بکنیم، بتونیم تو زمان کمتر این کار رو انجام بدیم و تایم آزاد برای تولید محتوا یا هر کار دیگه که میخوایم انجام بدیم آزاد بکنیم. یه سری شورتکات داخل پریمیر وجود داره که اگه اینها رو یاد بگیرید به میزان خیلی زیادی میتونه سرعت شما رو تو کار کردن با نرم افزار بالا ببره، که امروز میخوام در مورد این شورتکات ها و تکنیک ها صحبت بکنیم. اگر میخواید اینها رو یاد بگیرید با ادامه ویدیو با من همراه باشید. امیر عباس هستم و شما یکی از ویدیو کانال اسکیل وید رو میبینید. اگر آموزش های من رو میپسندید، میخواید بعدش از دست ندید، میتونید توی کانال سابسکرایب بکنید و اون علامت زنگوله رو بزنید. به زودی یه سری ویدیو داخل پیج اینستاگرام میذارم، اگر دوست داشته باشید میتونید اون رو هم فالو بکنید. حالا بریم سراغ بحثمون که این شورتکات ها چیا هستن و چه کمکی به ما میکنن. من تو این ویدیو بیشتر اون شورتکات هایی رو به شما میگم که خودم تو این دو سال بیشتر ازشون استفاده کردم، چون تقریبا میشه گفت 90% ویدیو رو خودم ادیت میکنم یا 10% شاید اوتسورس بشه به افراد دیگه که انجامش بدن، و اینها چیزایی بوده که تو این چند سال خیلی به من کمک کرده که من بتونم ادیت بهتری داشته باشم. اولین و مهمترین کیوردی که شما میتونید استفاده کنید سه تا کلید هست، J, K و L، که اگر اجازه بدید من این رو نشونتون بدم که چه استفاده‌ای بر ما داره و چرا به نظر من یکی از مهمترین قابلیت‌های پریمیر این سه تا کلید هست. خب اجازه بدید من پریمیر رو باز می‌کنم. یکی از پروژه‌های خودمه که تو همین هفته‌های گذشته منتشر شده و الان میخوام حروف J, K و L رو نشونتون بدم که چه استفاده ای ما میتونیم ازش داشته باشیم. خب اجازه بدید من یه چیزی اینجا بهتون بگم. الان فرض رو بر این بذاریم که من یه کلیپی اینجا دارم و میخوام اینجا عقب یا جلو برم. چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به راحتی این کار رو امکان پذیر با استفاده از همون حروف J, K و L. اگر شما حرف L رو بزنید پخش ویدیو شروع میشه و ما میتونیم پخش ویدیو رو ببینیم، و اگر K رو بزنیم ویدیو متوقف میشه، J رو بزنیم ویدیو سر و ته پخش میشه. اگر دقت بکنید داره به اون سمت پخش میشه، و اگر L رو بزنیم رو به جلو پخش میشه، یه بار دیگه بزنیم با سرعت دو برابر پخش میشه. ولی خب خوبیش اینه که صدا هم شفاف است و شما با سرعت دو برابر صدا رو خوب میتونید بشنوید. و اگر سه بار بزنیم، اجازه بدید 1 2 3، با سرعت سه برابر پخش میشه. و اگر 4 بار بزنیم با سرعت بسیار زیادی فیلم جلو میره. همین قضیه برعکسش هم هست. اگر دکمه J رو بزنم برعکس شروع میکنه به پخش شدن، دو بار بزنم سریعتر پخش میشه، سه بار بزنم با سرعت بسیار زیادی این میاد و به سمت عقب پخش میشه. این سه تا کلید خیلی استفاده داره، بخاطر اینکه شما حتما باید سه تا انگشت روی این کلیدا باشه بتونی باش تایملاین رو جلو برگردی عقب و ازش استفاده بکنی که خیلی سریع فیلم ها رو جلو بریم. من موقعی که فیلم ضبط میکنم میخوام ادیتش بکنم، عموما با سرعت دو برابر میبینمش، که مثلا اگر یه ویدیو 20 دقیقه هست من بتونم خیلی سریع کات بزنم و نشینم دوباره 20 دقیقه رو از اول تا آخر نگاه بکنم. اینجوری بهم کمک میشه که تو زمان کمتری بتونم ویدیو رو ادیت کنم. مثلا اگر ویدیو 20 دقیقه باشه بعضا من ادیتش هم تا همون 20 دقیقه انجام میدم، در صورتی که تو شرط عادی شما اگر بخوای 20 دقیقه رو ببینی، 20 دقیقه هم حالا زمان بذاری برای کات زدن و این چیزا، زمان ادیتت قطعا بیشتر از 20 دقیقه میشه مثلا اولش 40 دقیقه یه ساعت. ولی این بهتون کمک میکنه که سریعتر این کار انجام بدید. یه نکته دیگه هم داره، اونم الان بهتون میگم. قبلا بهتون گفته بودم اگر میخواید یه فریم جلو و عقب برید، میتونید از فلش چپ و راست استفاده بکنید که بتونید یه فریم عقب یا جلو برید. الان من دقیقا دارم همین کار میکنم. اجازه بدید زوم کنم که بهتر ببینید. ببینید الان این خط یه فریم داره جلو میره. خب این کار رو شما با همون حروف J, K, L هم میتونید انجام بدید. فقط کافی دستتون رو بذارید رو دکمه K، نگهش دارید و L رو دونه دونه بزنید. ببینید یه فریم داریم میریم جلو، و اگر J رو بزنید یه فریم برمیگردیم عقب. یعنی شما احتیاجی نداره که از اون فلش چپ و راست هم استفاده کنید، با استفاده از همین سه تا کلید میتونی عقب و جلو بری. K رو نگه دار، J رو بزنی یه فریم عقب، و از اونور L رو بزنی یه فریم میری جلو. این یکی از شورتکات های بسیار بسیار پر استفاده است و من خیلی ازش استفاده میکنم.
گزینه دومی که من زیاد ازش استفاده میکنم فلش بالا و پایین است. قبلا بهتون گفتم اگر شما روی تایملاین باشین فلش بالا و پایین رو بزنید میتونید بپرید به اول و آخر هر کلیپی. این خیلی استفاده داره. موقعی که کات میزنید با استفاده از فلش بالا و پایین میتونید بپرید به اول و آخر هر کلیپی، به جای اینکه بیاید با دست این کارو انجام بدید از فلش بالا و پایین استفاده میکنید. ولی امکان داره مثل این کیسی که اینجا هستیم، بالا و پایین که میزنیم، اینجا هم الان ست کلیپ هست ولی این نشانگر یا همین مثلا پلی هد اینجاها قرار نمیگیره، به خاطر اینکه این لایه خاموشه. اگر بخواید باید ترک تارگتینگش رو روشن بکنید. حالا اگه فلش بالا و پایین بزنم ببینید به اون کلیپ ها هم میپره، به اول آخر اون کلیپ ها، ولی اگر خاموشش بکنم فقط این لایه هایی که روشنه حساب میکنه و به اول آخر اون کلیپ ها میپره. اینم خیلی استفاده داره، به خاطر اینکه من مثلا میخوام اینجا یه ویدیو اضافه بکنم سریع میپرم اینجا و کلیپمو میندازم این وسط، که حالا اونم شورت کات داره در ادامه براتون توضیح میدم. بریم سراغ شورتکات بعدی. شورتکات دیگه هم هست که زیاد ازش استفاده میکنیم. ما یکی از ابزارهایی که خیلی برامون استفاده داره ابزار کاته که برش بزنیم، و ابزار دیگه ابزار سلکشن هستش که حالا یه قطعه‌ای که سلکت کردیم و انتخابش بکنیم، یا جابجا بکنیم یا پاکش بکنیم. خب این رو به شکل سنتی استفاده میکنیم، الان بهتون نشون میدم به شکل بهتری بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب یکی از ابزارهایی که ما زیاد استفاده میکنیم همین هست. یکی ابزار کاته که شورتکاتش C هست، و یکی هم ابزار سلکشن است که شورتکاتش V هست. ما معمولا اگر بخوایم دستی استفاده کنیم، که خیلی از بچه این کارو میکنن، روی این ابزار میزنن. مثلا میخوام یه جا کات بزنم، میان اینجا میگن که خب اینجا رو کات زدم، میرن جلوتر میگن که خب تا اینجا، اینجا رو کات میزنن، حالا این تیکر میخوام بندازم دور، دوباره میان ابزار سلکشن انتخاب میکنن، این رو میگیرن دیلیت میزنن، یا حالا ریپل دیلیت میکنن، یا حالا هر کاری که بخوام بکنن این کارو انجام میدن. ما راهکار بهتر از اینم داریم، همونطور که بهتون گفتم بهتره که از شورتکاتاش استفاده کنید. جفتش هم کنار همه، سی شورتکات کاته و وی کنارش مثل فلش دیگه، مثل سر فلش میمونه حرف وی، برای اینکه یادتون بمونه. میتونم مثلا اینجا رو هم یه کات بزنم، حرف وی رو میزنم و صاف میتونم این تیکر رو بگیرم و دکمه دیلیت رو بزنم پاکش بکنم، بدون اینکه اصلا لازم باشه از ابزار اینجا استفاده کنم. شاید پیش خودتون بگید این اینقدری تاثیر نداره، مثلا بیام اینو بزنم، بیام اینجا دوره برم اون انتخاب کنم، بیام اینجا، این رفت و برگشت شما 3 ثانیه طول میکشه. و اگر یه کلیپ داشته باشید که خب خیلی اتفاق میفته، مثلا 200 تیکه فیلم چسبیده به هم دیگه، بابت هر کدوم اگه قرار بشه 3-4 ثانیه وقت تلف بشه واسه کات زدن شما، بعد که آخر سر جمع میزنید تایمش رو میبینید مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه فقط همین پروسه کوچیک میتونه تو وقت شما صرفه جویی بکنه. ولی باز من از این هم استفاده نمی کنم برای کات زدن. از کات زدن من همینجوری رو ابزار سلکشن میمونم، از یه چیز دیگه استفاده میکنم. شما الان میخواید اینجا کات بزنید، رو ابزار سلکشن هم هستید، دکمه کنترل رو نگه دارید و کی بزنید. ببینید اینجا برای من تمام لایه هایی که اکتیو باشه رو برای من برش میزنه تا اون پایین میره. الان بیارمش از جلوتر، حالا اونو بذارم برش دارم، اینجا میخوام برش بزنم، دکمه که کنترل نگه دارم کی میزنم. ببینید اینجا رو برش زد ولی این لایه رو برش نزد، چون این لایه اکتیومون نیستش. اگر بخواید تمام لایه ها برش بخوره، دکمه شیفت رو هم همراهش نگه دارید، یعنی میشه کنترل شیفت و کی. اجازه بدید الان مثلا میاریمش همینجا، کنترل شیفت و کی، ببینید یه برش قدی میزنه از اون بالا تا پایین همه رو انتخاب میکنه. مثلا میگم اینجا یه برشم اینجا میزنم، بعد این تیکر انتخاب میکنم و مثلا ریپل دیلیت رو میزنم که این تیکه حذف بشه. خب این خیلی سریع تره، چون شما باز دست رو همون دکمه JKL هست و دکمه شیفت و کنترل رو شما کمک میکنی یه تیکر انتخاب بکنید و برشتون رو بزنید. خب اینم یه نکته بود که به نظر من خیلی خوبه و پیشنهاد میکنم استفاده بکنید. بریم سراغ شورتکات بعدی. یه شورتکات دیگه هم هستش که من استفاده میکنم، اونم اینجا خیلی استفاده داره. فرض بگیریم من الان اینجا کنترل شیفت کی میزنم یه برش زدم، یه ذره میرم جلوتر کنترل شیفت کی این تیکر رو انتخاب میکنم، میخوام این تیکر رو حذفش کنم، این رو میگیرم کل این تیکه که این وسط هست و این رو مثلا ریپل دیلیتش میکنم. حالا میخوام یه بار پخش کنم ببینم این جایی که برش زدم خوب در اومده یا نیومده. خب بچه‌ها همیشه اینو میارن میکشن عقب و دکمه پلی رو میزنن که از اینجا پخش بشه بتونن ببینن. ولی راه ساده تر وجود داره، همونجوری که دستتون روی JKL هست فقط کافی شیفت رو نگه دارید و کی بزنید، میپره به عقب تر و شروع میکنه پخش کردن، از کاتتون هم رد میشه یکی دو ثانیه و دوباره برمیگرده سر جایی که بود. اینو اصطلاحاً بهش میگن پلی اراوند. خب این رو چجوری میتونیم تایمش رو کنترل بکنیم؟ میتونید برید تو قسمت ادیت پریفرنسز، اینجا یه گزینه‌ای برای پلی بک وجود داره، روی پلی بک میزنید بعد که باز بشه تو این صفحه، اینجا پری رول اون چند ثانیه قبلش هست،
پست رول بعد از این خط نشانگر هست، یعنی موقعی که شما شیفت کی رو میزنید 3 ثانیه میپره این ورتر و 2 ثانیه هم بعد از این خط رو براتون پلی میکنه. این رو هر تایمی که خودتون دوست دارید میتونید تنظیم کنید، یعنی 2 ثانیه قبل و 2 ثانیه بعد رو پلی بکنه و دکمه اوکی رو میزنید. الان اگر من دوباره شیفت کی بزنم 2 ثانیه میپره قبلتر پخشش میکنه تا 2 ثانیه بعد دوباره میپره سر جایی که بود. خب اینم خیلی کمکتون میکنه که هی این نشانگر رو عقب جلو نکنید، با موس همونجوری رو کیبورد بزنید، خیلی سریع میتونه کارتون رو جلو ببره و من خیلی از اینم استفاده میکنم. تا الان چطور بود؟ اگر خوشتون اومد لایک زدن یادتون نره. بریم سراغ بقیه‌اش، هنوز چند تا شورتکات دیگه باقی مونده. خب بریم سراغ شورتکات بعدی که به نظر من اونم خیلی استفاده داره، اونم بحث ریپل دیلیت کردن هستش که به نظر من پر استفاده ترین ابزار برای من داخل پریمیر ریپل دیلیت است. ریپل دیلیت چیکار میکنه؟ مثلا من اگر اینجا برش بزنم، اینجا رو برش زدم، اگر این تیکر انتخاب کنم دکمه دیلیت رو بزنم، اینجا باز یه گپ خالی میمونه، یا باید این فاصله رو دوباره انتخاب بکنم دیلیت بزنم که این فضا خالی بشه، یا باید کل ترک رو انتخاب بکنم تا تهش رو، یعنی مثلا تا اون ته اگر باشه مثلا این تایملاین بزرگ، خیلی سخته که من کل این تیکر رو مثلا سلکت بکنم بیام جلو و بخوام جابجاش بکنم، مثلا بگم که حالا شما بیا بچسب اینور اینجوریش کنم. خب این شیوه اشتباهه. بهتر اینه که شما اون تیکه‌ای که انتخاب کردی میخوای پاکش بکنی، مثلا اون تیکه‌ای که الان ما اینجا داریم، روش کلیک راست بکنی، مثلا ریپل دیلیت رو بزنی. ولی خب اینم شورتکات داره، شما همونجوری که دکمه دیلیت رو زدی این تیکه رو پاکش کرد، میتونی دیلیت رو نزنی، شیفت رو نگه داری و دیلیت بزنی. الان من این تیکه رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه دارم دیلیت میزنم، همون کار ریپل دیلیت رو برام انجام میده بدون اینکه لازم باشه روش کلیک راست بکنم و گزینه ریپل دیلیت رو انتخاب بکنم. بسیار بسیار کارتون رو سریع‌تر میکنه. خیلی سریع میری جلو، اینجا رو برش میزنم، بعد مثلا دکمه ال رو میزنم پخش میکنه، میگم تا اینجا، اینجا رو برش میزنم، شیفت کی میزنم که برگرده از قبل پخش بکنه، خب میگم اینجا اوکیه، این تیکر رو انتخاب میکنم، شیفت دیلیت میزنم، اگه دوباره میخوام چک کنم دوباره شیفت رو نگه میدارم کی میزنم، برمیگرده از عقب تا دوباره برام پخش میکنه که دقیقاً متوجه شم که کاتم اونجای درستی زدم یا نزدم. اینم از این شورتکات. بعدی بحث عقب جلو رفتن روی تایملاین. شما خیلی نیاز داری که هی زوم بکنی هی برگردی عقب. اگر دستت روی جی کی ال باشه، سمت راست بالا دکمه مثبت و منفی هست، با استفاده از اون میتونی زوم کنی برگردی عقب، زوم کنی برگردی عقب، خیلی راحت هر جای تایملاین که بخوای میتونی برگردی عقب، بری اینجا دور زوم کنی بری جلو برگردی عقب. اگر هم بخوای یه دفعه کل تایملاین یه جا ببینی، فقط کافیه دکمه بک اسلش رو بزنی، بک اسلش که بزنی زوم اوت میکنه و کل تایملاین تو تا ته توی یه نما بهت نشون میده که اگه میخوای از یه جایی بپری یه جای دیگه، سریع بیای اینجا و دوباره پلاس بزنی بری جلو نزدیک بشی. اینم خیلی استفاده داره. میتونی دکمه آلت رو هم نگه داری چرخ موس تو بچرخونی، ولی مثبت و منفی هم به همون نسبت خوبه و خیلی سریع شما میتونی توی یه قسمت زوم کنی بری جلو و برگردی عقب. یه قابلیت دیگه هم وجود داره که به من خیلی کمک میکنه، چون من قبلا یه ویدیو ضبط کردم در مورد ادیت چند دوربین به شکل همزمان. من یه ویدیوم از طریق اسکرین کپچرمه، یه دونم این دوربینی که با شما صحبت میکنم، این دوتا رو میکنم مالتی کامرا، بعد میام با استفاده از ابزار مالتی کامرا میام ویدیومو برش میزنم. با استفاده از اون ابزار شما میتونید 5 تا 6 تا 7 دوربین داشته باشی و با دکمه های 1 تا 6 7 8 9 حالا اون بالا هر چقدر رو کیبورد داری و دوربین های مختلف داری بینشون چنج کنی که اون ویدیو رو میتونی ببینی. اینجا بعضی موقع یه مشکلی پیش میاد، من مثلا دارم با شما صحبت میکنم، دارم برمیگردم، یا کاتمو زود میزنم یا دیر میزنم، یعنی اینکه بعد از اینکه فیلمو نگاه میکنم یه کاتمو زود زدم، چجوری میتونم مثلا از طول یه کلیپ کم بکنم، مثلا به طول اون یکی کلیپ اضافه بکنم؟ که اینا حالا بهتون نشون میدم با شورتکات انجامش بدید که سریعتر انجام بشه. خب الان اجازه بدید من برگردم عقب، برم توی یه قسمتی که من مثلا دارم خودم صحبت میکنم با شما. اجازه بدید اینجا زوم کنم، من اینجا صحبت میکنم، یه دفعه از اینجا وارد کلیپ تصویری میشم. فرض بگیریم که من الان، نه که واقعیت داشته باشه این قضیه، این کلیپ رو میخوام یه خورده از طول این یکی کلیپ کم بکنم، یعنی کاتم رو بد جایی زدم. مثلا فرض بگیرید که هنوز پشتم به تصویره ولی کاتم رو زود زدم، هنوز بر نگشتم سمت دوربین، میخوام از این کلیپ کم بکنم به تایم یکی اضافه بکنم. ابزارش اینجا هستش که شما میتونی انتخاب بکنی، رولینگ ادیت توله و همینطور شورتکاتش حرف N، شما فقط کافی حرف N رو بزنی، بعد بیای بین این دوتا درز بگی که از طول سمت چپی کم بکن، ببینید جفتش کنار هم نشون میده، از طول این یکی کم میکنه به اون یکی اضافه میکنه، یا برعکسش شما میتونید به اون سمت ببرید. الان بدتر خرابش کردم، ولی خب به همیشه کار میکنه، یعنی این
الان به طول این اضافه کرد، از طول این یکی کم کرد. موقع که دارید روی ادیت دو دوربین سه دوربین انجام میدید، این ابزار بسیار بسیار میتونه روی دقیق کردن کاتاتون که مثلا از این کلیپ کم شه به اون یکی اضافه شه بتونه خیلی کمکتون بکنه. پیشنهاد میکنم حتما از اینم استفاده بکنید. بریم چند تا دیگه با هم دیگه بررسی بکنیم و این آموزش رو جمعش بکنیم. یکی از شورتکاتایی که خب خیلی من استفاده میکنم بحث نگه داشتن دکمه Alt هستش برای کپی کردن یک کلیپی. شما میتونی مثلا اینو انتخاب بکنی، کنترل C بزنی، بعد مثلا کنترل V بزنی، یک کپی از روش بسازی، ولی خب این گزینه مناسبی نیستش. من پیشنهاد میکنم اگر میخواید چیزی رو توی تایملاین کپی بکنی، دکمه Alt رو نگه دارید، اون کلیپ رو انتخاب بکنید، بعد بکشیدش یه جای دیگه، یک کپی از روش ساخته میشه. کجا استفاده میشه برای من؟ بیشتر موقعی که یه کلیپ متنی یه جا نوشتم مثل این، خب میخوام عین همین حالا استایل و فونت و همه چیزو دادم، اینو یه جای دیگه هم استفاده کنم. دیگه دوباره نمیام یه لایه متن درست بکنم، دوباره فونتش رو مشخص کنم، سایزش رو مشخص کنم. همین انتخاب میکنم، Alt رو نگه میدارم، کپی میکنم یه جای دیگه، حالا میام روی این یکی کلیپ، یه بار روش کلیک میکنم، متن داخلش هر چی که دوست دارم عوضش میکنم و هر چی که میخوام مینویسم داخلش. به این شکل شما خیلی راحت میتونید یه چیزی رو کپی بکنید. یه کار دیگه با دکمه Alt میشه انجام داد. اگر شما دکمه Alt رو نگه داری و روی یک کلیپی بزنی، میتونی سوا از صوتش انتخابش بکنی. الان روش که میزنم صوت و تصویر با هم انتخاب میشه. Alt رو اگر نگه دارم روش بزنم، میگم که فقط صوت رو میخوام یا فقط تصویر رو میخوام. الان اینجا فقط تصویر انتخاب شده. و همونجوری که Alt رو نگه داشتی، اگه فلش بالا و پایین بزنید، میتونی یک کلیپو بفرستی تو لایه‌های دیگه. اینم خیلی استفاده داره. یه موقعی میخواین یه چیزی رو بالا پایین بکنید، میتونید از این هم استفاده بکنید. بریم سراغ شورتکات بعدی که اون رو هم براتون بگم یا آموزشو جمع بکنیم. اون هم استفاده از دکمه کنترل هستش برای جابجا کردن کلیپ ها. یه وقتایی شما نیاز داری که کلیپاتو جابجا کنی، یعنی مثلا این کلیپ از اینجا با این کلیپ بغل جابجا بشن، یعنی این بیا جای این یکی رو بگیر. اجازه بدید یه برش بزنم اینجا که کوچیک‌تر بشه. فرض بگی این دوتا کلیپ رو من میخوام جابجا کنم، این و این رو میخوام جابجا بکنم. برای جابجا کردنش خب یکی از کارهایی که بچه‌ها همیشه انجام میدن اینه که مثلا اینو میگیرن میکشن مثلا توی لایه دیگه ای، صوتش هم مثلا میارن تو لایه‌های پایین‌تر، بعد اینو میکشن اینور، دوباره اونو میارن میذارن جای این. خب خیلی کارو سخت میکنه و معمولا موقعی که شما لایه‌های صوتیت زیاد باشه، کارتو بسیار بسیار مشکل میکنه. یه کار دیگه که شما میتونید انجام بدید که دکمه کنترل رو نگه داری. ببین من کلیپو انتخاب کنم، دکمه کنترل رو نگه میدارم، ببین یه علامتی ظاهر میشه، اینو میگیرم میکشم میبرم اول کلیپ قبلی. الان این کلیپ میاد اینور، اون یکی هول میده جلو. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه من لایه پایین، لایه صوتیم رو برش نزده بودم. اگر مثلا اینو قفلش کنم که اصلا اینجا برش نخوره، من میتونم اینجا اینو انتخاب بکنم، کنترل رو نگه دارم، بگم آقا شما بیا و جابجاشو با این یکی. این الان رفت اونور، اون یکی اومد اینور. به همین راحتی شما میتونید جای کلیپاتو عوض بکنی. خب اینم یه سری شورتکات که بهتون کمک میکنه سریعتر کار بکنید. اگر ویدیوی دیگه پریمیر من رو ندیدید، حتما پلیلیست پریمیر رو ببینید، چون خیلی ویدیو اونجا در مورد پریمیر هست. و تو کامنت ها برام بنویسید هنوز خیلی شورتکات دیگه هستش که بهتون کمک میکنه با سرعت بیشتری کار بکنید. اگر این ویدیو دیدید و پسندیدید، حتما تو قسمت کامنت ها بگید که من ویدیوی بعدی رو براش ضبط بکنم و براتون منتشر بکنم که بتونید ازش استفاده بکنید. اگر ویدیو رو دیدید و پسندیدید، میتونید تو کانال سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید. دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد دادم که از نظر محتوایی به این ویدیو نزدیک. اگر دوست داشته باشید به عنوان ویدیو بعدی میتونید یکی از این ویدیوها رو ببینید. ممنون از وقتی گذاشتید. منتظر آموزش بعدی من باشید. خدا نگهدار.